Okay, thank you. We're going to start now. I kindly ask everyone to make his mobile into the silent mode or to switch it off. Thankfully. Okay, thank you very much for attending this press conference that's held for the match between the Islamic Republic of Iran and Syria national team. I'm pleased to welcome the head coach of Iran, Mr. Ardeshir, and player of Iran. And before I pass the floor for your questions, I would kindly ask the coach and the player to give us their impressions about tomorrow's game. سلام خوش آمد میگم به همه بابت حضورشون در کنفرانس مطبوعاتی قبل از مسابقه با سوریه. خوش آمد میگم به آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران و آقای علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران. قبل از هر گونه سوالی نظر آقای قلعه‌نویی و آقای جهانبخش رو در رابطه با بازی فردا میپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم. خوش آمد میگم به دوستانی که حالا چتون دوره رفت بودن چه بعضی از دوستان جدید اومدن. تشکر میکنم. در رابطه با بازیم به زعم من یکی از سخت‌ترین بازی‌ها خواهد بود. با شناختی که ما مربی بزرگشون داریم و همچنین تیم سوریه، یقیناً یه ساختار دفاعی قوی تو همین بازی‌هام نشون دادن که تو سه تا بازی گذشته یه گل بیشتر نخوردن. پس ما با یه تیم سخت‌کوشی بازی داریم که ما هم باید بیشتر از اونا دوندگی داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم و کمترین اشتباه. امیدوارم که بچه های ما این بازی قبلی بازی با امارات بتونم اهداف تاکتیکی اون توانایی های تکنیکیشون رو به نحو احسن تو زمین پیاده کن. تیم ایران هم تیم بسیار بزرگیه، بازیکن‌های بزرگی داره و یقیناً باید هم کیفیت خوبی داشته باشیم هم تمرکز خوبی. شما نتایج قبل و رفتارهای قبل به ما درس داده که باید تو این مرحله تمرکز بیشتری داشته باشیم، چه تو رفتارهای شخصیمون چه تو رفتارهای فنیم، و امیدوارم بتونیم با یه بازی خوب به مرحله بعد صعود کنیم. با نام و یاد خدا، اول از همه خیلی خوشحالم که قطعا هم من هم کل تیم که تونستیم مرحله گروهی رو با شرایط خیلی خوب سپری کنیم. سه تا بازی خیلی خوب انجام دادیم و قطعا به اون حد اهدافی که لازم داشت رسیدیم. همونطور که سرمربی محترم تیم ملی گفتن، بازی با سوریه قطعا بازی خیلی سختی خواهد بود. ما به همه تیمایی که در مقابلشون بازی میکنیم احترام میذاریم. تیم کاملا فیزیکی تو زمین خیلی میدوان و از شرط خیلی خوبی برخوردار بودن تا اینجای تورنمنت. ما بازیاشون رو دیدیم، تیمی هستن که خیلی قابل احترام هستن. ولی خب از طرفی هم ما تو این تایم چند روزه‌ای که داشتیم از نظر شرایط تاکتیکی، از نظر ذهنی، از نظر بدنی سعی کردیم که خودمون آماده کنیم برای این بازی و خب از الان همه بازی‌ها مثل یه فینال میمونه و جزئیات لحظه ها میتونه شرایط رو رقم بزنه تو جریان بازی و قطعا تو بازی دو سه تا بازی که گذشته تو مرحله حذفی دیدی که لحظه ها واقعا شرایط بازی رو تغییر داد. ما میدونیم که چقدر مهم هستش که تو تمام طول بازی بتونیم تمرکز کافی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم یه عملکرد خوب داشته باشیم. همونطور که گفتم خدا رو شکر بچه‌ها از نظر شرایط روحی روانی از نظر فیزیکی آماده هستن برای این بازی که انشالله یه بازی خوب مثل بازی قبل نشون بدیم، چون قطعا میدونیم که چقدر برای تیم، برای کشورمون، برای مردممون این بازی ها های اهمیت هستش و قطعا همه ما یه هدف داریم و اون هدف برای رسیدن به اون آرزویی که تو این تورنمنت داریم و قطعا براش تلاش میکنیم به امید خدا. و همونطور که گفتم از فردا که قطعا اولین بازی فینالمون هستش تو مرحله حذفی تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله بهترین عملکردمون رو داشته باشیم
و بتونیم که با شرایط خوب و سربلند از این بازی خارج بشیم. آقای قلعه‌نویی، آقای جان، ما شرط سلام داریم خدمتتون. من یک سوال از آقای قلعه‌نویی دارم و همچنین علی جان شما. سوریه در مرحله گروهی نشون داد که خط دفاع بسیار منسجمی داره آقای قلعه‌نویی. نکته‌ای که نسبت به سال‌های گذشته در مورد این تیم دیده میشه چند ملیتی بودن تیم ملی سوریه است، بازیکنایی از کولومبیا، آرژانتین و سایر نقاط دنیا. این موضوع چقدر کار ما رو برای بازی فردا سخت میکنه؟ همچنین از آقای جهانبخش، علی جان، ایران در این دوره از مسابقات جزء قدرت‌هایی بوده که همچنان روند ثبات خودش رو حفظ کرده و حالا ما می‌بینیم مثلا استرالیا جلوی ازبکستان مساوی کرد، حالا سایر تیم‌ها در بعضی بازی‌ها نتایج دلخواه کسب نکردن. چقدر این روند می‌تونه به بازی فردا ما کمک کنه ما با همین روند با ثبات پیش بریم؟ من خدمت شما عرض کنم، بخشی از سوالتون اجازه بدین جواب ندم که چند ملیتیه. بالاخره موی افکاری فدراسیون دولت مربوطه برای خودش تشخیص داده که این کار رو بکنه. این اجازه بدین این سوال رو مدام. در رابطه با خود سوریه، اعتقاد من اینه که فوتبال تقسیم شده به دو بخش. یه بخش ساختار دفاعی حملگی یا خطی تبدیل شده به ساختاری. تیم سوریه، خب خود آقای کوپر هم که میدونید که تو این بخش خیلی قویه. تیمایی هم که داشتن در گذشته، والنسیا، اینتر، نمیدونم، و تیمای ملی تو این بخش ساختار دفاعی من جمله خود سوریه خیلی خوب عمل کردن. ولی تو بخشی از سوال شما حرف خیلی خوبی زدین که ما هم پیشرفته خیلی خوبی داشتیم. هر روزی که مسئولیت به عهده گروه ما گذاشته، ما اومدیم تغییر نگرش دادیم، اومدیم از یه ساختار دفاعی تبدیل به یه فوتبال هجومی. مالکیت، شما آمار مالکیت رو تو کل بازی ها خصوصا این سه تا بازی ملاحظه کنید که تو همه بازی ها ما تو بحث مالکیت و امید گل خیلی موفق نشون. این نشون داده که تو این زمان کم، شما یه موقع با تیم باشگاهی مسئولیت داری، میتونی در سال 150 جلسه تمرین کنی، ولی وقتی مسئولیت تیم ملی رو داری خیلی زمان داشته باشی، کلن تو یه سال 20 جلسه هم نمیتونی تمرین بکنی. پس ما تو این زمان کم خیلی تونستیم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. نگرش چندین ساله رو تقریبا تا حدودی عمل خوب تونستیم انجام بدیم. یه بخشایی هم ایراد داشتیم که اون بخشا اشتباهات فردی بوده. من جمله این دوتا گلی که تو این بازی ها خوردیم به نظر من به ساختار دفاعی ما ربطی نداشته، به اشتباهات فردی بوده. اینم دیگه جزی از فوتباله، نمیشه اینو دیگه 100% بمون. ولی ما فردا مترصد این هستیم که باز با یه بازی هجومی، چون ما باید کاری کنیم که مردم از فوتبال لذت ببرن و این وظیفه بازیکنات که جوری عمل کرد داشته باشن که بتونن افکار تاکتیکی کادر فنی به علاوه توانایی‌های فنیشون رو تو زمین انجام بده. من همیشه به بازیکنان گفتم این فرامین تاکتیکی تونه، ولی اون توانایی فنی تونه تا اونجایی که میتونید بیشتر انجام، مخصوصا تو یک سوم دفاعی حریف. این اصلا خاصیت فوتبال ایرانیه که تکنیک، حالا هرچند که یه مقدار تکنیک ها ضعیف‌تر شده، ولی باز شما میبینیم ما چند نظر قدرت بدنی، چند نظر تکنیک میتونیم تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. امیدواریم فردا هم بچه ها اون فرامین تاکتیکی به نحو احسن انجام بدن، تمرکز بیشتر داشته باشن، اشتباهات فردیشون رو کمتر کنن و از اون توانایی های تکنیکیشون رو به نحو احسن انجام. چون من خودم یه بازیکن تکنیکی بودن، جا بازیکنم از نظر تکنیکی محدود نمی کنم. نظر طولانی شد، ولی این سوال سوالی بود که بعد کلی و خود هم با وقت هم بخشم جواب بدم. اوکی. نه.
راجب سوال شما، خب همونطور که گفتم خدا رو شکر که تونستیم مرحله گروهی رو با 3 برد سپری کنیم. قطعا برامون خیلی مهم بود که بتونیم از نظر اقتدار تیمی، از نظر شرایطی که داریم نشون بدیم که از اول این تورنمنت آماده ایم برای این هدفی که داریم. و به نظر من مرحله گروهی و بازی فردی تفاوت خیلی بزرگ داره و اونم اینه که تو مرحله گروهی تغییرات ایجاد شد، بالاخره کادر فنی بازیکن‌ها رو تغییر دادن. از نظر اشتباهات فردی گروهی شاید باز میشد جبران کرد نسبت به 3 بازی که وجود داشت و برای اینکه بتونی امتیاز لازم رو بگیری برای رفتن به مرحله بعد. ولی خب بازی فردا بازی که جای اشتباه وجود نداره، فکر می‌کنم کوچکترین اشتباه میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه که هر تیمی بتونه از تورنمنت خارج بشه. به خاطر همین میدونیم که قطعا اون 3 بازی که انجام دادیم، 3 برد، انتظارات رو بیشتر کرده نسبت به تیممون، بازی خوبی که انجام دادیم تو این 3 بازی. ولی خب بازی فردا بازی کاملا متفاوت هستش که همونطور که گفتم باید تو هر لحظه، تو هر مومنتی تو بازی 100% آماده بشیم، چه از نظر فردی چه از نظر تیمی. و قطعا اون چیزی که کادر فنی ازمون میخوان بتونیم لحظه به لحظه تو بازی اونو اجرا کنیم که به امید خدا بتونیم به اون هدف بزرگی که داریم و پیروزی بازی بتونیم به دست بیاریم. آقای قلعه‌نویی، اولا خیلی خوشحالم مجدد شما رو میبینم. عذرخواهی بنده رو به شخص پذیرا باشه بابت عدم حضور در 3 بازی دور مقدماتی و آرزوی موفقیت. سال 2007 که در معیت جناب عالی بودیم در کوالالامپور مالزی، امیر قلعه‌نویی هم بازیکن داشت، هم کادر فنی خوب داشت، هم حالا دوره انتقالی فدراسیون بود، شاید یه سری مسئله حاشیه‌ای بود، اما یکم قضا و قدر و بدشانسی چاشنی تیم شد و امیر قلعه‌نویی سیبل یه سری همکاران بنده هم قرار گرفت. اما میخوام بپرسم چقدر امیر قلعه‌نویی برای نه فقط بازی سوریه فردا که فوکوسمون روی این بازیه، برای ادامه مسیر و اون اتفاقی که برای عراق روز گذشته افتاد، تا حدودی برای قطر افتاد در نیمه اول، برای ما تکرار نشه، چقدر خودش و تیمش آماده است که اون اتفاقات سال 2007 که به قضا و قدر و شانس مرتبط نشه، یعنی انقدر آماده باشیم که بتونیم با قدرت انشاءالله بعد از 50 سال جام رو فتح کنیم. من خدمت شما عرض کنم که نمیخوام به اون گذشته زیاد ورود کنم، ولی شما میتونید از یه خبرنگار خارجی که الان اینجا هست یه سوال از طرف من ازش بپرسید. یه مربی رو میارن بدترین شرایط تاریخ فوتبال، فدراسیون رئیس نداره، فوتبال تعدیقه، دوتا گروه سیاسی با هم درگیرن و یه مربی میاد باخت نمیده، 2-11 امتیاز جمع میکنه و بدون باخت میذارنش کنار. کنار گذاشتم، از کنار گذاشتم زیاد ناراحت نبودم، از اون ظلمی که شد ناراحت بودم، از رفتارهای بدی که شد. من فکر نمیکنم هیچ جای دنیا با یه مربی که بیاد با یه گروه، حالا که میگم مربی بحث گروهشه، با یه گروهی این کار رو بکنن تو شرایط بد بیاد تیم ملی رو تحویل بگیره، با اتفاقاتی هم که آقای واعظی قبلش در جام جهانی افتاده بود. شما به مالزی توجه نکنید، به اتفاقات قبلش در جام جهانی هم باید توجه بکنید. منتها یه گروه خاصی بودن اون موقع با یه سری آدم ها، من جمله خود من، شاید به خاطر یه شرایطی که حالا اصلا جاش اینجا نیست، مشکل داشتم. به این خاطر اومدن اون برنامه تلویزیونی رو درست کردن. من یادمه که 300 تا مقاله علی من نوشتم و من واقعا خودم هم تعجب کردم، گفتم تو 30 سال گذشته ما هیچ مقامی به دست نیاورده بودیم. مثلا شما الان قطر به عنوان مدافع قهرمانی داره تو این بازی ها بازی میکنه، ولی در 2007 شرایطی هم که در جام جهانی بود و حاکم بر مملکت ما بود که 2 گروه، حالا میگم نمیخوام زیاد ورود کنم، ما اومدیم مسئولیت رو قبول کردیم، 2-11 تو هر بازی امتیاز گرفتیم. اگه شما اون بازی کره رو دقت کنیم، ما بهترین کیفیت رو تو اون بازی با کره داشتیم. اومدن این رفتار رو، من اگه اینا رو توضیح دادم، البته الانم ترکشاش هستا، شما فکر نکنیم نیستش، همون آدم های 2007
با یه میکروفونای دیگه، با یه لباس دیگه، یه سری ترکشاشو دارن انجام. ولی من تا لحظه‌ای که هستم وظیفه‌مو انجام میدم. من آقای واعظی عزیز عاشق ایران هستم، عاشق خدمت کردن به جوونا هستم، عاشق مردم ایران هستم. کسی که از بالاترین سطح فوتبال که مربی تیم ملی باشه بعد میره مسئولیت مسی کرمان رو قبول میکنه یا جای دیگه، این نشون میده که ما عاشق فوتبالی. اما اینکه مربی های قبلی ما هم بودن، آدم های مخلصی بودن و به ما یاد دادن که آقا فوتبال عاشقیه. فوتبال چهار تا گل زدن تموم میشه میره. شما در فوتبال الان بخوای بگی آقا مثلا قهرمانت مثلا جام جهانی 70 کی شد تا سرچ نکنه، ولی یه کار قشنگ در اون مسائلی که اخلاقی و رفتاری باشه تو ذهن همه میمونه. ما باید فوتبال به صورت عاشقی دنبال کنیم. ولی در اون سالا نشد. یه گروهی که آنتن داشتن، قدرت داشتن، نه یه نفر خاصی رو نمیگم، اومدن جریان سازی کردن با یه طیفی اینه من مخالف بودم. حالا نمیخوام اینجا بگم دلایلشم، بعدا فهمیدم که چی بود. خیلی هاشون اومدن اشتباهات خوش. ولی الان من بحثم اینه که آقایون به عنوان کسی که 5 دهه دیگه وارد دهه پنجم شدم، من تو فوتبال دارم چه تو زمان بازیگریم چه تو زمان مربیگریم به یه نوعی خدمت میکنم دیگه، خواهش از شما دارم اینه که با آدما، با مربیا، با بازیکنا جوری رفتار کنید که قداست آدما رو نشکنید. عین هر مدیری حق داره یه نیروشو جابجا کنه، ولی اون جابجا کردن باید قداست آدما شکسته نشه. خب من خودم هم خیلی بازیکنا رو شاید یا به درست یا به غلط گذاشتم کنار، ولی قداست هیچ آدمی رو من نشوندم. همیشه سعی کردم بهترین، حتی اونی هم که گذاشتمش کنار، بهترین رفتارا در تیم ملی هم همین جوری بوده، چه 2007 که الان سعی کردم تو رفتارم صداقت داشته باشم. شما وقتی صداقت داشته باشی بازیکن از هم، این بازیکن ها ماشاءالله خیلی زرنگن، آدم های باهوشی هستن، واقعا میگم آدم های زرنگ و باهوش. شاید به خاطر مسائل ارتباطات جمعی، فضای مجازی، همه چیزو میدونن، آدمای باهوشی هم هست. فرق صداقت و غیر صداقت رو تشخیص میدم و من خوشحالم. یه فیلمی رو دیدم که واقعا بغض کردم، وقتی که رامین رضاییان داشت وارد زمین میشد، یکی اینی کریم انصاری فر که تجربه 4 دوره جام ملت ها رو داره چجوری داشت کمک و بقیهشون، و ما با این مهم رسیدیم. حالا من چه باشم چه نباشم، بالاخره این فوتبال جریان داره، مردم ایران هستم، مملکت هست. ولی رفتارا تو همه چیزا، تو هنر، سیاست، نمیدونم مسائل دیگه، جوری کنی که رفتار کنی که قداست آدم ها نشکسته. ما هم در این رابطه به هر حال بچه ها رو توجیه کردیم. فوتبال دیگه، شما با یه اشتباه کوچیک قرار هست شد و نتایج دیگه امارات هست شد. ما بچه‌هامون رو آماده کردیم، چه نظر رفتاری، فنی و تمرکزی، آماده مراحل حذفی باشون. ولی اتفاقات فوتبال دیگه، ایشالله که اون بخش خوبش شامل حال ما بشه. سلام خدمت شما عزیز جهانبخش عزیز. آقای قلعه‌نویی، یه مسئله که شاید یه مقدار هممون رو نگران بکنه، بحث اینه که خب ما محمد حسین کنعانی زادگان رو نداریم به علت محرومیت و مجید حسینی رو هم نداریم به علت مظلومیت. تدبیرتون چیه برای این قلب خط دفاعیمون برای بازی فردا که خیلی بازی دشواری هم هست؟ من خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه این 26 نفر بازیکنی که ما آوردیم با درصدهای خیلی کم خیلی نزدیک هم هست. این دوتا بازیکن، یعنی مجید حسینی و صادق محرمی و همچنین مرتضی پورعلی گنجی، به هر حال
بازیکنهای بزرگی بودن، ولی این علاوه بر این عزیزان ما بازیکنهایی آوردیم که بعضی هاشون چند پسته هستن، میتونن تو پستهای مختلف به ما کمک کنن، ولی این واقعا بدشانسی بزرگی بود و حسین کنعانی زاده خب بالاخره یه مهره تاثیرگذار تیم ملیه دیگه، امیدواریم که انشالله این مرحله رو به نحو احسن گذرانیم تو مراحل بعد دیگه اشتباهات رو نداشته باشه. ولی تیم ملی ما حتی آریا یوسفی هم الان میتونه جز اون 11 نفر اصلی باشه. خوشحالم که به هر حال دو سه تا جوونم برای این بازی ها آوردیم، با توجه به زمان کم ما تو پلن اول ما هستیم، پلن ا ما هستیم که با این نفرات اومدیم، طبیعتا باید یواش یواش تدریجی بتونیم تیم هم تغییرات داشته باشیم. ولی این تیم ملی و بازیکنهایی که هستن که خیلی هم انتقاد میشه، به زعم من تا انتهای جام جهانی هم میتونم با بهترین کیفیت بازی کنم. شما ما الان بازیکن داریم یعنی کریم انصاری فر، آمار دوندگیش، آمار کیفیت فنیش، خود امید ابراهیمی که میگم بازیکنایی که نظر شرایط سنی بالاتر از بقیه است، بهترین عمل کرده داشت. پس ما دغدغه‌ای از این بابت نخواهیم داشت، چون میتونیم جابجایی پست ها بتونیم مشکلات رو برطرف. البته من یک مسئله دیگرم بگم، من اگه راجع به اون آدم ها صحبت کردم، نه اینکه چون سوال آقای واعظی بود، ما نه دلخوری از اون آدم ها داریم نه هیچی، اگه مسائلی هم بوده بینمون تموم شده رفته، ولی خب یه سری مسائل از آدم ازش میگذره، حلال میکنه چه اونا چه شدن ما، ولی فراموش نمیکنه دیگه.